نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه اول محرم 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در پاسخ به این سوال که چرا پس از شهادت رسول اکرم خلافت ظاهری جز در چند سال کوتاه حکومت امیرالمؤمنین به ائمه اطهار علیهم السلام تعلق نگرفت فرمودند، تمام احکام مهم و الزامی برای یکی از این دو جهت به مردم ابلاغ می شود، یا هدایت و یا اتمام حجت، و مسئله خلافت و امامت ائمه اطهار علیهم السلام هم جزء موارد اتمام حجت بوده است. معظم الله در ادامه فرمودند، پیامبر اکرم می دانستند که عموی آن حضرت ابولهب هرگز ایمان نخواهد آورد، اما او را به ایمان آوردن به اسلام دعوت کردند و همینطور نسبت به سایر افراد از جمله منافقان، حضرت رسول علی‌رغم اطمینان به ایمان نیاوردن آنان باز هم آنها را به ایمان آوردن دعوت کردند. ایشان همچنین تأکید فرمودند انتصاب 14 معصوم علیهم السلام و تمامی جزئیات آن وحی الهی بوده است و در روایات مفصلی در جلد 44 و 45 بهارالانوار آمده است که همه ائمه اطهار علیهم السلام جزئیات آنچه که قرار بوده برای ایشان اتفاق بیفتد را می دانستند و جمله حضرت سید الشهدا علیه السلام نیز ماجرای نامه کوفیان و عظام مسلم ابن عقیل و جریانات پس از آن که چگونه رخ خواهد داد را کاملا از قبل می دانستند. لذا تمامی این موارد وحی الهی و تقدیر بوده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. یه روایتی داره که مفصل اون را علامه مجلسی تو جلد 44 و 45 نیورده، یه جای دیگه آورده اون را. خلاصه بله لوحه، شو میگن روایت لوحه. خلاصه اینا تمام 14 معصوم تمام کاراشون دقیقا رواجدنا عن جبرائیل عن اللهی، همش کارایی که کردن. حضرت رضا علیه السلام به خراسان رفتن، تو را چی کار کردن؟ حضرت جواد علیه السلام تشریف آوردن وقت شهادت حضرت رضا، حضرت کاظم تو حبس بودن، حضرت رضا رفتن حبس سر پدرشون حضرت کاظم علیه السلام. تمام اینا 14 معصوم تمام خردریزش وحی الهی بوده. شکی نیست که اهمیت داره هر یک لحظه از امامت ظاهری امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، چون عدل را در همون یک لحظه قدر امکان گسترده کردن. شکی نیست اهمیت داره، فقط برای اتمام حجت. اتمام حجت یکی از دو تا چیزه برای خدا صلی الله علیه و آله. این منافقینی که بعد منافق شدن، میدونستن اینا منافق میشن و اینا بدتر کفار هستن، یعنی اینا تو شرک باشن و بمیرن بهتره براشون تا اینکه مسلمان بشن و بعد منافق بشن و بمیرن. چون قرآن کریم نسبت به منافقین خطاب پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده که هم العدو، دشمن مشرکین نیستن، دشمن این منافقین هستن. اما خب پیغمبر خدا چرا اینا رو دعوت به اسلام کرد؟ اتمام حجت.